5 تا 6 تا گروه کاری هست که باید انجام تشکیل بشه، در حال تشکیل شدن هست، که دو تاش خیلی مهمه یا دو سه تاش. یکی مهمترینش گروه آیین‌نامه هست، که در این گروه آیین‌نامه که یکی دو نفر داوطلب شدن بعد از اون جلسه هیئت جلسه پیشگامان بنیانگذار که هفته پیش داشتیم و لینکش هم هنوز روی سایت گذاشته نشده و امیدوارم همین امروز فردا گذاشته باشه، به دلیل کمی وقت این انجام نشده. چند نفر بعد از اون روز داوطلب شدن در گروه های مختلف کار بکنن و خود بنده هم از طرف ورچوال NGO از آقای دکتر حسن کیانزاد که سالهای سال همکاری داشتن در نوشتن آیین‌نامه های مختلف در سازمان های مختلف تقاضا کردن به طور موقت دو سه هفته که جلو پیش ما هست ایشون هماهنگی گروه آیین‌نامه رو به عهده بگیرن و همچنین چند نفر از دوستان دیگر، و این دوستان اکثرا کسانی هستند که در این یک سال گذشته، یک سال نیم گذشته این پروژه و طرح نهاد مردمی رو دیدن، با نگاه کردن، نگرش کردن، به اضافه اینکه سالهاست در نشست‌ها و سازمان‌های مختلف کار کردن، آیین‌نامه نوشتن، که این رو بررسی بکنن. و اولین قدم امیدواریم که تا همین روز پنجشنبه و جمعه این طرح کامل، الان روی صفحه سایت نهاد مردمی صفحه اول یک فایل PDF هست، حدود 28 صفحه است، 20 صفحه است یا همچین چیزی، این جدیده حدود 60-70 صفحه خواهد بود که تمام این اشکالات رو به یکم بیشتر و بهتر توضیح میده به عنوان یک مقدمه. و بعد یک آیین‌نامه پیشنهادی هست که اون آیین‌نامه پیشنهادی همونجوری که خواهید دید هر کدوم از این موادی که درش اومده یک پاسخی هست برای جلوگیری از تکرار اون اشتباه های 15 گانه. بعضی اشتباه ها ممکنه 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا ماده در آیین‌نامه پیشنهادی باشه که از 7-8 جور مختلف جلوگیری بشه از تکرار اون اشکالات. بعضی اشکالات ممکنه یکی یا دو تا پادزهر داشته باشن. ولی نکته مهمی که خدمت شما عزیزان بگم این است که گروه آیین‌نامه ازشون تقاضا خواهد شد، همونطوری که این پیشنهادی رو که به اونا تقدیم خواهد شد روی سایت هم گذاشته خواهد شد، به تک تک شما عزیزان پیشگامان 1097 نفری هم ایمیل خواهد شد، برای که باید شفافیت و صداقت باشه و همه ببینن که این چه آیین‌نامه‌ای است که گروه آیین‌نامه میخواد روش نگاه بکنه و بررسی بکنه. سعی شده که حداقل امور و مواد در این آیین‌نامه نوشته شده باشه، برای اینکه ما تجربه داشتیم که اگر ما بخوایم برسیم به اون جایی که هر جمله رو بخوایم از واو و الف و ز و همزه و کاما و اینا شروع کار بکنیم، ممکن این آیین‌نامه یک آیین‌نامه 1000 صفحه‌ای بخواد بشه یا 100 صفحه‌ای و 6 ماه هم طول بکشه. در صورتی که من میدونم تک تک شما عزیزان هی تلفن و ایمیل و تکست که آقای فروتن، عزیزان هیئت امنا، نهاد مردمی، کی کار جدی شروع میشه. بنابراین امید ما این استش که ما وقتی میگم ما پیشگامان بنیانگذار وقتی که رأی میدیم هفته آینده، امید پروردگار در اواخر هفته آینده رأی میدیم روی این آیین‌نامه پیشنهادی که توسط ورچوال NGO تهیه شده و به دست گروه آیین‌نامه رسیده که اونا هم یک نگاهی بکنن، شما عزیزانم فرصت اون رو خواهید داشت که نظراتتون رو بفرستید، یک حداقلی رو در چارچوب یک هدف و پنج اصل و خواسته‌های نهاد مردمی بنویسیم که بعد که هیئت امنا انتخاب شدن سر فرصت قانوندانان با مشاورت با وکلایی که استخدام خواهند شد یا مشاورت خواهند کرد و عزیزانی که در نهاد داریم بیان جمله بندی‌هاشون رو بکنن. برای اینکه ما فقط یک اصول رو می‌خوایم، یعنی بنده ایمان فروتن به عنوان یکی از این 106 پیشگام بنیانگذار و مطمئنم بسیار شما، من الان لازم نمی‌دونم که یک آیین‌نامه 100 صفحه‌ای داشته باشم که همه الف به و ایناش اینا درست باشه، بلکه یک سری اصولی هست که بنده و دوستانمون بهش معتقد هستیم که این اصول بر اساس شفافیت هست و بر اساس پادزهرهای پیشنهادی هست که اون اشکالا اتفاق نیفتاده. مسئله شفافیت مالی هست، مسئله نوع انتخابات هست، مسئله حق مردم و مردمی که اومدن ثبت نام کردن و پشتیبانان نهاد مردمی هست، چگونه انتخابات این بیلوکس دوباره قطع شد، چگونه نحوه برگزاری انتخابات هست و غیره. بنابراین اجازه بدید که یک لحظه بیلوکس هم باز بکنیم که اوکی مرسی. پس
به این صورت پیش خواهیم رفت. این پنج گروهی هم که خدمتتون عرض کردم یا شش گروه، یکی گروه آیین‌نامه است که از همه مهمتره. اول از همه همین یکی دو روز آینده از تعدادی از عزیزان خواهش کردیم که در شرکت بکنن. اگر عزیزان دیگری هم مایل هستن از پیشگامان بنیانگذار درش باشن، تا وقتی که تعداد انقدر زیاد نباشه که بخواد راه رو کند بکنه، مسلما اگر 20-21 نفر بخوان توی گروهی باشن چندین بار بیشتر طول خواهد کشید تا یه گروه 5 نفری باشه. معمولا این گروه ها 5 نفر 7 نفر 3 تا 7 نفر هستن، ما امیدواریم 5 نفر داشته باشیم. این گروه آیین‌نامه هست. گروه دوم گروه حل اختلافات و اعتبارنامه هست که عزیزانی که خودشون رو بعدها آماده میکنن و کاندیدا میکنن برای هیئت امنا و مسئولیت های دیگر، این گروه اعتبارنامه بتونه که این نگاه بکنه و همچنین این عضویت هایی که برای تصدیق هویت میاد احتمالا به اون گروه هم داده بشه. سوم گروه امور قانونی هست. این به اون صورت ضرورت نداره که سریع انجام بشه، ولی به نظر من لازمه که تا قبل از انتخابات هیئت امنا انجام بشه. کارش چی خواهد بود؟ که این گروه عزیزان بروند و در آمریکا به خصوص و احیانا در اروپا چند تا سه تا لیست کمپانی های دفاتر معتبر قانونی رو، وکلا رو انتخاب بکنن که وقتی هیئت امنا انتخاب شدن بگن ما این لیست رو انتخاب کردیم. اینا به نظر میاد که وکلای معتبری باشن در کشورها که از این کارهای غیر انتفاعی و یا مسائلی که نیو ایران نهاد مردمی میخواد انجام بده تجربه دارن و میتونن کمک کنن که هیئت امنا دیگه وقت تلف نکنن برن دنبال وکیل بگردن. دلشون خواست میتونن، ولی یک کم کارشون راحت‌تر باشه. گروه دیگری که باید تشکیل بشه گروه حسابداری و مسائل مالی هست. کار اون گروه هم که مثلا آقای احمدرضا حکمت بنیانگذار که کارشون سی پی ای هست و حسابدار قسم خورده هستن، ایشون رو ازشون خواهش کردم که همینجا شما میتونی هماهنگ این گروه به عهده بگیری. ایشون قبول کردن. میدونم دو سه نفر دیگه از عزیزانمون در بین پیشگامان بنیانگذار هستن، حسابدار قسم خورده هستن. شاید این 3-4-5 نفر برن، اینها هم لیست کمپانی ها رو در آمریکا و اروپا پیدا بکنن که مسائل مالی رو میتونن نظارگر باشن، حسابدار نهاد مردمی باشن، همیاریایی که میاد زیر نظر اونها و پروسه اونها باشه و این کارهایی که بعد انجام بشه. قبل از برنامه من از آقای ریپابلیکن عزیز که در داخل کشور هستن و یه جور غیر مستقیمی هماهنگ کننده این اتاقهای بیلوکس و پلتاک و غیر این حرفا بودن، خواهش کردم که همونطوری که چند گروه دیگه بعد کار بکنن 4 قدم رو انجام بدن. قدم اول شرح وظایف این گروه خواهد بود، همینجوری که تک تک این گروه هایی که خدمتون گفتم یک شرح وظایف کوتاه خواهند داشت که در این 3-4 هفته آینده چه بکنن. دوم یک شرایط ضروری خواهد بود برای کسانی که بخوان داوطلب بشن. اگه یکی بخواد داوطلب بشه مثلا تو گروه آیین‌نامه چه شرایطی باید داشته باشه؟ به نظر بنده حداقل باید 2-3-4 آیین‌نامه نوشته باشن در جاهایی، بتونن کپیشو بفرستن که بگن من در این آیین‌نامه رو جزء تیمی بودم که گروهی نوشتم و غیره. اگر میخوان گروه اتاقهای پلتاک و بیلوکس باشن باید قبلا ادمینی کرده باشن، بلد باشن این سیستما رو و مسائل دیگر. و بعد که شرح وظایف نوشته شد و ضروریاتی که داوطلبان حداقل باید داشته باشن که بتونن خودشون رو داوطلب بکنن، هفته چند ساعت کار بکنن و مواردی مانند اون رو بنویسن و بعد از طریق سایت اگر لازم شد، اگر که تعداد داوطلبان زیاد نبود که همینجوری، وگرنه از طریق سایت اتاقهای داوطلبی رو باز خواهیم کرد که پشتیبانان نهاد مردمی از طریق سایت بتونن برن و خودشون رو داوطلب بکنن. هماهنگ کننده گروه رزومه و کوشنر و بیوگرافیشون رو خواهد خوند و تشخیص خواهد داد که اون شخص داوطلب آیا مورد نیاز گروه خواهد بود یا نه، و این گروه های موقتی به این صورت انجام خواهد شد. عین همین و بعد شروع به کار میکنن. عین همین کارم امیدواریم که بعد از انتخاب هیئت امنا و انتخاب مدیر اجرایی به این صورت انجام بشه. فرقش این دو تا قسمت اینه که در این قسمت کمپانی ورچوال ان جی او تقاضا میکنه از دوستانی که بر صورت میشناسن و این هماهنگی موقت رو به عهده بگیرن. بعد از انتخابات هیئت امنا دیگه اونا به تشخیص و تصمیم مدیر اجرایی تایید گروه هیئت امنا بر اساس آیین‌نامه خواهد بود. بر صورت این توضیحا رو میخواستم خدمت شما عزیزان بگم که کارها داره خوب پیش میره. حداقل
4 تا 5 تا 6 تا شاید 7 تا دوستان عزیز مختلف هستن که آیدی فرستادن یا دارن سعی میکنن از طریق پیپل تصدیق هویت بکنن. پس تعداد شخصیت حقیقی ما هم هر روز داره بیشتر میشه، فکر کنم تا یکی دو روز آینده از 110 هم بگذره و ما باید کارمون رو ادامه بدیم در تمام این موازه و موارد مختلف که تازه کار شروع شده و بریم جلو. اجازه بدید که در این قسمت یه ویدیویی رو که ایمان مایوت عزیز فرستاده بود اون رو پخش بکنیم و بعد برمیگردیم و تماسمون رو با دکتر مرادخانی برقرار خواهیم کرد، گفتگویی با ایشون خواهیم داشت و اگر وقت بود در قسمت آخر برنامه چند تا تلفن میگیریم و یا دوستان بتونن از طریق اتاق‌ها صحبت بکنن. این ویدیو رو نگاه میکنیم و برمیگردیم، با ما باشید. سرزمینم را آزاد کنی. من صدای فریاد میلیون ها انسانم که میخواهند شنیده شوند. من جستجوگر آزادی هستم که به آتش کشیده شده. من داستانی ناخوانده و فراموش شده هستم. این دست های من آلوده به گناه نیست و چشمان من لبریز از امید است. به روح من گام بگذار، به جانم سرکی بکشم. خب هموطنان عزیز، این ویدیو رو اشتباهی منصور عزیز پخش کرد. این ویدیو چون دراز فکر کنم بود 10 دقیقه است، بعد یه روز دیگه بذاریم. ویدیو دیگری بود که ایمان مایبوت فرستاده بود، حدود 3 دقیقه خورده بود، اون رو خواهش میکنم به عنوان بین برنامه پخش کنین. این ویدیو و یک ویدیو بسیار جالب دیگری که من اوایلش دیدم ایمان مایبوت و دوستان درست کردن، پیام های عزیزانی رو که پیشگامان بنیانگذاری رو که برای روز یک شنبه فرستاده بودن، این پیام ها رو با هم وصل کردن. حدود 20 و چند دقیقه است که اون هم مسلما در یکی از این روزها در برنامه پخش خواهیم کرد. منصور عزیز، هر موقع آماده هستید اون ویدیو کوتاه رو پخش بکنید خواهش میکنم و بعد برمیگردیم و تماسمون رو با آقای دکتر مرادخانی خواهیم داشت. خیلی متشکرم، مرسی. Shut up!